پانزدهم دی ماه 1358 مسعود رجوی کاندیدای نسل انقلاب. یکی از مهمترین فرازهای رویارویی سیاسی مجاهدین با حکومت خمینی در دو سال و نیم اول آن، کاندیداتوری مسعود رجوی در اولین انتخابات ریاست جمهوری است که منشأ بسیاری فعل و انفعال‌ها در صحنه سیاسی ایران شد. روز شنبه 15 دی ماه 58 سازمان مجاهدین خلق ایران مسعود رجوی را به عنوان کاندیدای نسل انقلاب برای ریاست جمهوری معرفی نمود. اعلام کاندیداتوری مسعود رجوی برق امید و شادی برای تمامی آزادی خواهان، روشنفکران و مردمی بود که در سرنگونی رژیم دیکتاتوری سلطنتی شرکت داشتند، زیرا در کمتر از یک سال پس از سرنگونی رژیم شاه، خمینی و دار و دستش نشان داده بودند به هیچ یک از آرمانهای آزادی خواهانه مردم ایران وفادار نیستند و حکومتشان را جز با چماغداری و اعدام و سرکوب برقرار نمی کنند. ورود مسعود رجوی به صحنه انتخابات یک وحدت اصولی بین تمامی جریانات مترقی و مردمی به وجود آورد. این گسترده ترین ظهور وحدت نیروهای سیاسی در تاریخ ایران بود که حول حمایت از کاندیداتوری مسعود رجوی برای ریاست جمهوری شکل گرفته بود. اما خمینی که پیش از آن گفته بود هرگز در انتخابات مداخله نخواهد کرد، در برابر موج حمایت مردم و نیروهای سیاسی از مسعود رجوی، از ترس شکست کاندیدای مطلوبش مجبور به مداخله شد و مسعود رجوی را از رقابت‌های انتخاباتی حذف کرد. حذف کاندیداتوری او با مداخله مستقیم شخص خمینی و دادن یک فتوا برای آن به عنوان یکی از مهمترین صحنه‌های بروز ماهیت ارتجایی و ضد مردمی خمینی در تاریخ مبارزات مردم ایران به ثبت رسید.